سلام دوستان خب میخوایم با نرم افزار مدیریت خریدها و فروش کالاها آشنا بشیم و نحوه کار کردن با اون رو یاد بگیریم اولین بار که اگر اکسل رو باز کنین شما با یک ریبون زرد رنگ مواجه میشین که این کانتنت رو میزنه هر وقت اکسل رو باز کردن و این ریبون زرد رنگ بودش حتما اینیبل کانتنت رو بزنین چون در اون صورت اگه تغییری اعمال بدین یا اینکه حالا یه سری از محتوا ممکنه نشون داده نشه یا اگه تغییری بدین بعدا نتونین اونو رو سیو کنین و غیره پس حتما این رو بزنین خب بعد از اینکه این enable content رو زدیم ممکنه یه ریبون دیگه ای هم بیادش باسه اینکه اجازه بخواد از شما به شما که بگه که آقا میخواید این رو ایدیت کنین یا فقط میخواید ویو کنین که اگر اون ریبون زرد رنگ هم اومد حتما اون رو هم بزنیم خب وقتی که توی داشبورد این نرم افزار هستین ممکنه که یه مقدار از صفحه زده باشه بیرون این به خاطر این هستش که نوع دسکتاپتون نوع مانیتورتون ممکنه متفاوت باشه و به خاطر این ممکنه زده باشه بیرون صفحه دوم زده باشه اگر مثل من که الان از یه کامپیوتر دیگه اینو اکسل ریخته بودم و الان زده بیرون بود یه مقدار یکی از این ستون ها رو کوچیک کنین اون وقتی که اندازه میشه خب بریم توی صفحه اول تو قسمت اول که اینجا دیتا انتری رو میبینی خب اول از همه مفهوم این اکسل این اکسل برای چی طراحی شده خب باید بگیم که ما در واقع فرض کردیم که شما چه یه شخص عادی باشین چه یک مغازدار باشین چه فروشگاه و یا فرد حقیقی هر... هر کسی یک سری کالاها رو خرید و فروش میکنین یه سری کالاها رو میخرین و یک سری کالاها رو میفروشین به طور مثال یک شخص عادی دلار میخره و میفروشه سکه میخره میفروشه سهام شرکت میخره میفروشه یا اگر مغازدار باشه شیر از کارخونه میخره بس توضیح کننده میخره پنیر میخره و تو مغازه خودش میفروشه و میخواد ببینه که چقدر خریده و فروخته و همچنین میخواد فاکتور صادر کنه واسه اینا میخواد این دیتابیسی اینجا ذخیره کنه واسه خودش و فاکتورها رو به صورت مرتب بر اساس تاریخ اونا رو ذخیره سازی کنه خب این الان نرم یه چنین امکان و قابلیتی رو به شما میده وقتی که شخصی میاد و خریدی رو میخواد انجام بده یا فروشی رو انجام بده کافیه اونجا نوع فروش یا خرید رو بزنین و اینجا اگر خواستین نام اون شخص به طور مثلا مثلا من نام خودم رو میذارم و کارت ملی اونم به صورت اختیاری هستش در صورتی که یک بار کارت ملی رو یا شماره تلفن همراه رو بزنی توی یک تیبلی ذخیره میشه که بعد اونا رو میتونه فراخانی کنه توی تیبل دیتا در صورتی که یک بار زده باشید اونجا دیگه فراخانی میکنه اگر خواستید میتونین عوض کنید مثلا شماره تلفن اون شخص عوض شده باشه تغییر بده یا دل بخواد. و بعد کالایی که خریداری میشه حالا میتونه دلار آمریکا باشه یورو باشه سکه باشه میتونین تایپ کنین اینجا و اسمش رو قرار بدین فرقی نداره بعد مبلغش هم به صورت خودکار خونده میشه که در واقع تو قسمت پروداکتس هستش تو این جدول شما میتونین کالایی که خرید و فروش میکنین یه کدی رو هم بهش اختصاص بدین اگر خواستین قیمت خریدتون رو بذارین و قیمت فروشتون رو بذارین این نرم افزار نرم حسابداری نیست اما یک نرم افزاری هستش که میتونه میزان خریداتون و میزان فروشاتون رو بتون آمارش رو بده و اینکه فاکتوراتون رو صادر بکنه و یک جا ذخیره سازی کنه واسه منظم سازی و گرفتن گزارش چیز مناسبیه خب وقتی که اینجا شهر کالاتون رو زدین به طور مثال دوتا من از این خریداری میکنم بعد اد تو فاکتور میکنم وقتی که اینو وارد فاکتور میکنین اگر اولین بار باشه که این اکسل رو باز میکنین یک سری از داده ها رو باید واسه این اکسل مرتب و منظم کنین خب که تو قسمت شیت سیتینگ هستش یکی از اون موارد پایگاه داده هست که باید مشخص بشه واسه اکسل که پایگاه تون کجاست کنم. خب اینجا توضیح این مورد هم اومده هر کدوم از این مواردی که لازم هستش رو توضیح رو دادیم پایگاه داده واسه این هستش که ما یه فولدری رو باید توی کامپیوترمون مشخص کنیم که فاکتورها فایل پی اونجا ذخیره سازی می‌خوایم بشه مثلا من اساین که میکنم وقتی که میرم توی به طور مثال یه فولدر همین که دارم این رو میسازم تو این قسمت من یه نیو فولدر میکنم به نام دیتابیس خب این دیتابیس عنوانش رو به عنوان جایی که میخوام پایگاه دادم باشه قرار میدم یکی دیگه از مواردی که باید تعیین کنم تعداد پرینتی هستش که میخوام از این فاکتور بگیرم فرض کنین که من توی یک مغازه هستم و میخوام یه فاکتور واسه خودم داشته باشم یه فاکتور دست مشتری بدم در اون صورت دو تا پرینت لازم دارم اگر نه مثل من که الان یه شخص عادی هستم و نمیخوام پرینت به کسی بدم پرینتی هم نمیگیرم فقط فایل پی دی تو اینجا ذخیره کافیه خب یه دیتابیسی اینجا وجود داره که من الان اینجا یک سری داده های تصادفی و غیر واقعی تو اینجا وارد کردم که اگر شما اینو باز کردین و میخواستین دیگه از دیتابیس استفاده کنین کلیر دیتابیس رو بزنین و اینجا دیگه این داده ها پاک میشن خب و کلیر پروداکت لیستم به همین صورت این پروداکت ها به صورت خیالی هستش من فرض گرفتم که میخوام مثلا دلار داشته باشم خرید و فروش کنم سکه خرید و فروش کنم سهام یه سری شرکت ها رو میخرم میفروشم و غیره یه سری واسه نمونه اینجا زدیم که میتونین از اینجا کلا کلیر کنین اگر نخواستی نخواستین میتونین به صورت دستی بگیرین و دلیت کنین خب وقتی که ستینگ و تنظیمات رو انجام دادین اون وقت دیگه بیاین اینجا add to factor میتونین بکنین دیگه خطایی ازتون نمیگیره وقتی که add to factor میکنین یک دونه یعنی اون دیتایی که وارد کردین میاد توی شیت فاکتور میشینه که اینجا و نام اون شخصی که داره خرید رو انجام میده اینم یه ذره کچکتر کنین کنیم درست میشه خب نام اون شخصی که داره خرید یا فروش رو میزنه اینجا بر اساس خرید و فروش میذاره مثلا اینجا آرمین کشاورزی فروشنده است و اون مغازه که حالا واسه آرمین کشاورزی یا هر کسی هستش خریداره چون من کار خرید رو زدم اینجا دارم انجام میدم فروش نمیکنم فرض کنین رفتم سکه دارم میخرم و اینجا توی فاکتور میزنه که این سکه ها رو مثلا خریدم فرض کنید من یه پوند انگلیس هم تا دارم میخرم هزار تا پوند انگلیس هم میخرم اینا توی یه فاکتوره و همه توی یه فاکتور قرار داده میشه در حال حاضر پیش فاکتوره چون من هیچ فاکتوری صادر نکردم فقط دارم عد میکنم نهایی نکردم اگر دکمه ریموف فرام فاکتور رو بزنین اون آخرین آیتمی که توی فاکتور اضافه کرده بودیم پونت لیست پونت پوند انگلیس حذف میشه و این کار رو میتونه ادامه بدین همه رو حذف کنین یا یعنی اینکه بیاین اینجا دلیت کنین فرقی نداره خب من چون حالا دلیت کردیم دوباره چند تا با هم اضافه میکنیم مثلا سکه بهار آزادی شماره کارت ملی فرض میکنم میزنم و شماره تلفن شماره تلفن خودم باشه که یک کسی خواست سوالی داشت بپرسه خب شماره تلفن و اد فاکتور میکنیم فرض کنیم که حالا پوندم میخوام صدتا تا بخرم وقتی که اینجا عدد رو میزنیم مبلغ واحد که میاد بر اساس این سرچی که میکنه میاد کد کالا رو نشون میده جمع این مقدار رو نشون میده این صد برابر بشه و جمع فاکتوریتون هم اینجا داره نشون میده یعنی تا الان 3.8 میلیون هزار ریال خرید شده وقتی که عد میکنم میشه 8 میلیون و هزار ریال و دوباره این یک میشه توجه میکنین وقتی که عد میشه دوباره برمیگره به تعداد یک تاریخ هم اینجا هستش تاریخ رو هم میتونید بزنین سنده موزو در نوحه. و وقتی که تموم شد فاکتورتون هم آماده شد و میخواستین پرینت بگیرین کافی اینجا دکمه پرینت رو بزنید این دیگه میره یه دونه فاکتور جنریت میکنه شماره فاکتور تهیه میکنه اینا رو هم پاک میکنه و اختصاص میده بعد از این کارد اگر توجه کنید توی دیتابیسمون بیاییم آخرین سطر این خرید تک تک آیتم هاش زده شده الان در حال حاضر ما به اندازه چهار پنج سال دیتا وارد کردیم تو اکسل به خاطر این مقدار سنگین شده یعنی اندازه 656 هزار آیتم یعنی در واقع 657 هزار آیتم خرید و فروش شده که نشون بده این اکسل تا تقریبا 4 5 سال میتونه واسه شما کار کنه خب اینجا میبینین که آیتم هایی که من خرید و فروش کرده بودم تو اینجا اضافه شده به صورت تک تک و شماره فاکتوری که بهش اختصاص داده شده و همچنین اگر بریم توی اون فولدری که اونجا ساخته بودیم توی این فولدر دیتابیس ساخته بودیم دیگه اینجا میاد دیگه خودش فولدر سازی میکنه پرچیز سل من خرید داشتم انجام میدادم فروش داشتم انجام میدادم سل اسمش رو اشتباه گذاشتم این اسمش رو حالا درست میکنم بعد اکسل رو آپدیت میکنم تو وبسایت خب بر اساس خرید یا فروش مثلا من اونجا خرید داشتم بعد تو قسمت خرید پرچیس برم بر اساس سال فروشم یا خریدم بر اساس ماه و بر اساس روز فاکتور را اینجا بر اساس اسم خریدار یا فروشنده میذاره فرض کنید من یه فاکتور دیگه میخوام تهیه کنم به نام مثلا و این هم تو همین روز هستش حالا با هر شماره ای و مثلا میخواد تا پوند بخره نکن جمع فاکتور صفره اینجا کنترل دی انگلیسی هم میتونیم بزنیم ولی کیبوردتون باید حتما انگلیسی باشه من یه کیبورد انگلیسی کنم و مثلا یه سکه همینجا اینجا بزنم کنترل دی رو بزنم اد تو فاکتور میشه به جمعش اضافه شد ولی کیبوردتون حتما باید انگلیسی باشه الان فاکتور به صورت پیش فاکتور اسم اون شخص خریدار اومده و پرینت اه... اگه اسم و نظرید اونجا اسم اون شخص توی این فاکتور نمیاد دیگه خالی میشه خب فقط شماره فاکتور رو میتونید ببینیم و پرینت اه... میگیرم وقتی که پرینت میگیرین توی اینجا دوباره یه فاکتور دیگه صادر میکنه شماره فاکتور به این صورته که سال ماه روز و از یک شروع میکنه تو اون روز یک دو سه چه خرید چه فروش همینطور اضافه میشه به این خب پس ما با قسمت دیتا انتری آشنا شدیم قسمت فاکتور رو هم دیدیم اینجا مشخصات در واقع اون مغازه یا اون شخص هستش که میخواد داشته باشه کافی اینجا بیاین ادیت کنین اینا رو و تو قسمت پروداکت محصولاتی هست که خرید یا فروش میشه تو قسمت دیتا در واقع تو این شیت دیتا ما تمامی خرید و فروش همون بر اساس شماره فاکتور بر اساس نوع فاکتور خرید یا فروش هست. سال، ماه، روز، اسم و تمامی داده های مربوط به اون قضیه یعنی محصول خرید یا فروش شده تعدادش و مبلغ کل این محصول نوشته میشه که به راحتی اون وقت میتونین از این یه گزارش تهیه کنین چه خودتون چه از گزارشی که ما توی داشبورد واسه شما ارائه دادیم تو اینجا یه گزارش یک صفحه قرار دادیم که شما بتونین مثلا اگر خواستین مثلا تو یک سال تو یک ماه این چون تعداد دیتا خیلی زیاد هست یه مقدار کنده اما فرض کنیم که این الان به اندازه یک دو چهار سال اکسل کار کرده و دیتا داره خب و تو یک روز پس من یک گزارش بر اساس سال 94 ماه یک و روز یک دارم تهیه میکنم که داره اینجا به من نشون میده اما چون اینجا مبلغش به میلیون نمیرسه اینجا با نمودار دیگه نشون نمیده و واقعا منطقی نیستش نمودار واسه یه دیتا نشون بده اما این جدول داره مجموع تراکنش رو تو اون سال نشون میده تعداد تراکنش و میانگین تراکنش تو اون روز رو در واقع نشون میده خب بزنین یه مقدار بیشتر انتخاب کنیم فرض کنیم که من کل روزها رو میخوام این از فیلتر خارج من وقتی که اینا زرده یعنی کل روزها اومده اون وقت نشون میده که من مجموع فروشم یا خریدم چقدر بوده من اینقدر فروش داشتم و اینقدر خرید داشتم یعنی بیشتر خرید داشتم تو اینجا هم میتونم ببینم اون مبلغ رو و به صورت سالانه و ماهانه چون یک ماه هستش فقط یک دونه رو داره نشون میده روند روزانه شم تو اینجا من میتونم تو روزهای مختلف ببینم که چقدر خریدم و چقدر فروختم قرمز واسه فروشه و آبی واسه خرید و تو اینجا هم زیرش میتونم نگاه کنم که پنج محصولی که بیشترین فروش داشتم و خریدو داشتم مثلا سکه تمام بهار قدیمی بوده که مجموع تراکنشش 300 میلیون ریال بوده و یا اینکه افرادی که بیشترین خریدها رو برترین خریداران یعنی بیشترین خریدها رو از ما داشتن این اشخاص بودن پنج نفر یا ده نفر برتر رو داره به من نشونه اینطوری من این میتونم مشتری های خوبم رو حداقل ده تا یا پنج, پنج از مشتری خوبم بشناسم اما اگر اطلاعات بیشتر خواستیم میتونیم بیایم اینجا و به این جداول هم مراجعه کنیم و تو این جدول ها ببینیم که در واقع چطور بوده یا اینکه دیگه از این دیتا گزارش خاص اینجا چون صفر میزنیم چون کمتر از این مقدار هست نمیتونه نشون بده روند کردیم به میلیون یا اینکه بیاین دیگه جدول و گزارش خودتون ببینید چون یه اکسل هست و کسی که میتونه با اکسل هر نوع گزارش و نموداری خاصش رو به راحتی بگیره خب فرض کنیم که من با دو ماه رو میخوام ببینم کافی کنترل رو بگیرم کلید کنترل کیبورد رو روی دو بزنم و این اون وقت من میتونم ببینم تو سال 94 برای دو ماه میبینیم که ماه یک کمتر از ماه دو هم فروش داشتیم هم خرید داشتیم و روند روزانه تو این دو ماه رو ببینم مثلا تو روز یک ماه یک و دو چطور بوده و تو روز دوم چطور بوده مقایسه روز به روزه و محصولات برترمو که بیشترین فروش داشتم و محصولات برتری که بیشترین خریدار داشتم نها اینجا من سکه تمام بهار قدیمی بیشتر از همیشه همه فروختم و سکه نیمبه ها از همه بیشتر خریدم الان پس تعداد بیشتر سکه نیمبه ها دارم و یا اینکه واسه مثلا سه ماه رو کنترل رو میگیرین و سه ماه رو یا یعنی این, گزینه رو میزنین و مثلا واسه چهار ماه رو الان میتونین ببینین فرض کنیم واسه چهار ماه از سال توی دو سال رو بخوام ببینم اون وقت میتونم این چهار ماه رو توی این دو سال مقایسه کنم ببینم سال 95 من خیلی بیشتر هم خریدم هم فروختم نسبت به سال 94 توی این چهار ماه و توی این روزها که کل روزا رو سلک کردم و در طی ماه من میتونم ببینم که توی ماه یک من خریدم از همه کمتر بوده و توی ماه یک فروشم اما از ماه دو بیشتر بوده به طور و مقایسه ماهانه داشته باشم و غیره خب این امیدوارم که این اکسل واسهتون کاربردی باشه و استفاده کنین و راضی باشین ازش اگر هم نقطه ضعفی توش بود حتما به ما بگین که ما بتونیم محصولمون رو بهتر بکنیم ممنون از توجهی که داشتین خدا نگهدار